رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم. الو، سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خدمت شما خیلی ممنون و متشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار هموطنان عزیز میذارید. آقای دکتر، من از کانادا تماس میگیرم، البته در مورد پسر خواهرم میخوام باهاتون صحبت کنم. میدونم که شما همیشه میفرمایین که خودشون باید صحبت کنن، ولی اینکه ایران هستن و یه خورده بنا به دلایلی سخت هست که با شما صحبت کنن. تمام اطلاعات رو به من دادن و که من در اختیار شما بذارم، اگر که انشالله بشه یه راه حلی از شما به دست بیارید. اگر که اجازه میدین من شروع کنم. حالا خواهش میکنم، بفرمایید. آقای دکتر، پسر خواهرم هستن، ایشون 16 سال و نیمیشون هست، با فاصله سنی به اصطلاح خواهرش 5 سال که از خودش بزرگتر هستن. مادرشون به اصطلاح دبیر بازنشسته هستن، پدرشون پزشک هستن. و علت این که تماس با شما دوست داشتن بگیرم با شما صحبت کنن این که حالا نمیدونم من از کجا شروع کنم، از بچگی شروع کنم، اخلاق و رفتار. بذار من ازتون یه سوال نصب کنم. اولا من بگم پدر مادر هر دو چند سالشونه؟ پدر 50 سالشونه، مادر 45 سال. داستان بازنشستگی چیه؟ ایشون خودشونو زودتر بازنشست کردن، با 20 سال کار بازنشست کردن. اوکی، و دو تا فرزند دارن؟ بله. دو تا فرزند دارن، یه دختر بزرگ. ببخشید منو. مثل که مام. بزرگ دارن با فاصله 5 سال. ایشون فرزند دوم هستن. حالا الان چه خبر است؟ من راجع به کودکیش کاری ندارم. الان مشکل این پسر چه هست؟ الان آقای دکتر چیزی هست، ایشون از بچگی هم همینطور بوده. فوق‌العاده وابسته شدید به مادرش هست. الان هم که به اصطلاح مشکلی که باهاش دارن این که ایشون اصلا یعنی که دوست نداره درس بخونه و میگه من درس نمیخوام بخونم، ولی از یه طرف به اصطلاح احساس ناراحتی میکنه که چرا من نمیتونم درس بخونم، به پای بچه های دیگه برسم. و وضعیت ایران هم که میدونن یه جورایی خب همه باید یه خود سطح بالاتر باشن تا بتونن که کنکور رو بگذرونن، ولی که اخیراً فوق العاده بچه به اصطلاح عصبی شده، تا یه صحبتی میکنن ناراحت میشه، داد میزنه، حتی بعضی موقع به اصطلاح به حدی عصبانی میشه که چیزی رو میشکنه. و میدونین چجوریه، کاملا این بچه بیرونش با تو خونه کاملا فرق میکنه. بیرون هر کسی اینو میبینه اصلا باور نمیکنه همچین بچه‌ای هست، ولی داخل خونه یعنی که فقط میگه حرف خودش باشه. اخیراً یعنی که بازی های کامپیوتری زیاد میکنه، طوری که اینقدر تو این دورای کرونا به اصطلاح وابسته شده بود که وقتی که به اصطلاح کلاس آنلاین بود ایشون صفحه کلاس رو باز میکرد، ولی خودش کنار داشت بازی کامپیوتری رو انجام میداد و هرچی پدر مادرم میگفتن هیچ توجهی نمیکرد و بعدم نهایتاً داد و بیداد و گریه و یه بحثی میشد و تموم میشد میرم. آه چرا من نتیجه تموم شد میرم؟ نه صبر کنین عزیز، من اصلا تعجب میکنم یه مادر، معلم، پدر، پزشک متوجه باید بشن بچهشون بیماره. حالا یا درس نخوندنش به خاطر این هست که نمیتونه بخونه، مثلا فرض کنین کمبود توجه و تمرکز داره، یعنی یه مشکلی اونجا داره، یا بدآموزیایی هست و یا به هر حال مسائل روانی دیگری مثل اون چیزی که میگید که احتمالش هست افسردگیست. خب به عنوان یه بیمار مثل که پاش شکسته، دست شکسته باید باش برخورد کرد. دکتر اگر بردنش تشخیص چی بوده؟ گفتن مشکل پسرتون چیه؟ آقای دکتر مشاوره رفتن، اخیراً مشاور گفته که ایشون ممکنه ADHD داشته باشن. ممکن یعنی چی؟ تو سکا خانم امکان داره یعنی چی؟ من برم دکتر بگه ممکنه شما مثلا مشکل قلبی داشته باشید بیام خونه؟ خب میرم دنبالش ببینم دارم یا نه، برای که یه دلیلش میتونم این باشه. ببینید عزیز، کسی که فرض کنید کمبود توجه و تمرکز داره، یعنی ADD داره، حالا ADHD رو نمیدونم، ADD داره، معناش اینه که به جای که با پاش تو زندگی راه بره باید با دستش راه بره. شما من میگی چقدر ساده است که من به شما بگم از امروز لطفا شما دیگه با پاتون راه نرید با دست. خب منو نمیرید، از دستمون تکون نمیخورید. خب بسیاری از اوقات یه بچه بیچاره اشکالش کمبود توجه و تمرکزه.
که حالا یا به دلیل آسیب سیستم عصبی است یا به خاطر مشکلات روانی که داره. و بعدم یه موردی است که از 100 تا 99 تاشو میشه حتما درست کرد. خب من بعد به من برگردم بگن یک کسی گفته شاید؟ نه شما فقط اگر رفتید برای مسئله چیه؟ اینکه ایشون کارای کامپیوتری حتی ساعتها 10 ساعت هم باشه میشینه این چه ارتباطی داره به هم؟ این چه ارتباطی نداره به هم؟ مسئله کمبود توجه عزیز من، کمبود توجه و تمرکز مثل بازی آزمایش. من نمیدونم شما استدلالتون عین استدلال خواهرتون و شوهرشونه. ما درباره یه مسئله مرگ و زندگی با حدس و گمان و بعدم بدون آگاهی و علم، بچه‌ها میتونن 25 ساعت بشینن نخوابن کامپیوتر بازی کنن ولی ADD داشته باشن. آقا ببینید شما این چه نتیجه گیریه؟ ما در دنیای، من تعجب میکنم، در دنیای علمیم. فرزند ایشون باید بره تست میتونه بده تو همون ایران، تست تووا هست، نه QEG میتونه بگیره. برافا تمام سیستم مغزیش، مپ و نقشه مغزیش رو میده بیرون که چه خبر. ظرف یه روز. چون شما تو تشخیص ندید که بستگی شکش هم به خاطر همین میتونه باشه. آخه عزیز من اصلا مسخره است. اون بستگی وابستگی یعنی چی؟ بچه که وابستگی پیدا نمیکنه، رفتار غلط پدر و مادری که وابستگی به وجود میاره. به من برگردید بگید که بچه در 8 سالگی تریاک میکشه و معتاده، بعد خب رفت دنبال تریاک. آخه بچه 8 ساله که دنبال تریاک نمیره، پدر مادرش بهش دادن. چرا پدر مادر سلب مسئولیت میکنن؟ چرا من با این گفتگوها موافق نیستم یه کسی راجع به کسی دیگر بزنه؟ بلکه مثلا تعجب میکنم. شما اولم اشاره کردید وابستگی یعنی چی؟ اصلا مقصود شما از وابستگی که این پسر به مادرش یعنی چی عزیز؟ یعنی شما چه جوری تعریفش؟ تمام کارشو باید با مادر انجام بده، حتی درس خوندنش. و تا همین الان اگه مادره بشینه کنارش درس بخونه، توضیح بده، درس بده، این میشینه درس میخونه یه نمره میاد. در غیر این صورت به هیچ عنوان خودش اینجوری نیست که بره بشینه. خب الان نزدیک سرکار خانم چی تو دنیا میاد درس بچهش رو انجام بده؟ چرا مادر آمده بی خودی همچین دخالتی کرده بچه رو از کار انداخته؟ شما بیاد به یه آدمی بگید که تو بگیر بشین خونه، ما حقوقتو میدیم. تو همه آدم ها رو گیر میانازید، نصفشون هم معتاد بشن. این همین بلایی که سر سرخپوست های امریکا توی این رزرویشن ها شده. شما امروز میبینید از 5 تا جوونه که توی رزرویشن های امریکایی بودند یا هنوز یه دشون هستن، 4 تاشون یا معتادند یا پرونده زندان دارند. آخه عزیز انسان یه موجودی است که با کار فعالیت تمام ارزوان این است که پدر و مادر با اینکه کارهای بچه رو میکنن خیانت میکنن. بچه 10 ماهه توان داره که جورابش رو در بیاره، هر کاری که خود بچه بتونه بکنه با اشکال، با اشتباه، با نقص، با ایراد، آهسته باید بذاریم خودش انجام بده. ما قرار نیست آدم ها رو از کار بیاندازیم. بعد مثلا این سیستم اینجوری کار میکنه عزیز. بچه به این دنیا اومدن، اون مشکل حتی پلک داشتن، یه جراحی کوچکی روشون کردن، چشمشون رو برای چند روز بستن، بعد که باز کردن برای همه عمر کور بودن. چرا؟ برای که یه سیستمی باید به کار بیفته. مغز انسانی در اثر کار کردنه که میتونست خودش رو باز تولید کنه و حرکت کنه و پیش ببره. ما از طریق شما فعالیت ورزشی که میکنید انرژی پیدا میکنید و احساس شادی و لذت میکنید. سیستم بدن و سیستم مغز انسانی از طریق فعالیت یه مادر بیاد بشینه خودشو بچسبونه بچهش، کارای بچهش رو بکنه. خیانت، این خیانت خدمت نیست. خب ایشون معلم بوده، فکر کرده خونه باید معلمی کنه، بعد بچه رو از کار انداخته. یعنی اگر مادر واقعا انسان مهم نیست، واقعا برای سرکار خانم من اصلا تعجب میکنم چرا اگر ایشون بودن من بمبارانشون میکردم. مادر اگر من دست و پای بچه‌م رو بریدم، بچه‌م باید راه بره؟ این یک. دوم نکنه. یعنی چی نمیکنه؟ شما آمدید یه موجودی به اسم بچه درست کردید، مگر قواعد بچه خواهر شما با بقیه متفاوته؟ من هیچ وقت دلم نمیخواست مدرسه برم، ولی معناش این است که آدم مدرسه نمیره؟
پس من و شما چی کاریم به عنوان پدر مادر؟ من و شما نمیتونیم بچه 2 ساله، 4 ساله، 7 ساله، 10 ساله، 12 ساله رو به یک کار خوبی واداریم، از یک کار بدی باز داریم. پس چی کاریم؟ یه جوری شما عمل میکنیم مثل اینکه این پسر برای خودش یه موجود متفاوتی از بقیه انسان ها. خب پدر و مادر کارشون غلط بوده جان. ببخشید این نکته خدمتتون بگم که ایشون یه 6 ماه زودتر از سن خودش به مدرسه رفته. البته اینم با نظر مشاور بوده. مشاور گفته که همون موقع که میخواسته بره کلاس اول دبستان گفته که بفرستینش، ولی باید با کمک بره جلو. این ممکنه چرا؟ چرا؟ این همه اصرار. ببینید عزیز، باز این داستان همینی که بچه ها رو میسوزونیم بعد میشیم کمک کنیم. هیچ بچه رو نباید جلو انداخت نه عقب انداخت. بچه باید اولا بچگی کنه، برای رشد عادی خودش داشته باشه، به همین سادگی. برای حالا اون که اصلا موضوعی نیست، اون ممکنه 1% اثر داشته باشه، ولی اون ذهنیتی که بچه رو 6 ماه زودتر بفرسته از بقیه جلو بزنه نمایش بده است که بچه رو از پا در میاره. یعنی ببینید معلوم نگاه پدر و مادر، اولا به شما بگم یه ترکیبی از پدر و مادر معلم و دکتر و ارتشی غالب اوقات به بچه ها آسیب میزنن، برای که اون ذهنیتی که آدم ها رفتن دنبال ارتش یا رفتن دنبال معلمی یا رفتن دنبال پزشکی، یه ذهنیت خاصی است که در کار پرورش تعلیم تربیت اگر یه اصولی رو مواظب نباشن و یا خانواده باشه که تو اینا دو تا باشه، غالب اوقات فاجعه درست میکنه، برای که اون ذهنیت بچه ها رو به اون سمت و سو میبره. این شماره 1. 2، اصلا تازه اتفاق یه بچه 16 ساله است چجوری نمیشه کمکش کرد؟ یه بچه شما پرفت این است که اگر مادر بهش کمک نکنه درس نمیکنه. ما همچه چیزی داریم عزیز؟ شما تا به حال دیدید یه مادری بچهشو برداره یه پاشو بذاره جلو بعد یه پاش بگه اگر مادر نباشه این بچه راه نمیره؟ یعنی کاملا پیداست که اصلا یه حد اقلای اینجا رعایت نشده و متاسفانه معلم مثل خود من و پزشک و نظامی یه زمینه خودخواهی خاص خودشو داره و بنابراین سرشو میندازه پایین، چون همه نمیدونن و نمیتونن و اون میدونه و قادر و تواناست، فکر کنه که اون تعیین کننده و تصمیم گیرنده است. از نظر من مادر بچه رو از پادر برده، مثلا وقتی شما به ماجرای وابستگی اشاره میکنید، بعد هم بچه گرفته نشسته تو خونه بازوی کامپیوتری میکنه، کار نمیکنه، درس نمیکنه، خب معلومه میشه باشه به نوعی کنار من. جان آره، الان حدود مثلا شاید بگم 1-2 ماه هست مادره به این صورت عمل میکنه که اصلا من واقعا هیچ کاری به نه امتحان دارم نه کمکت میکنم، دیگه خودت میدونی و امتحان هست. ولی این چجوری عمل میکنه؟ روزی که امتحان داره یه جورایی احساس مریضی میکنه، خودشو به مریضی میزنه که علی اونا اطلاع ندارن که امتحان داره. بعد متوجه میشن علت این که این نمیخواسته بره مدرسه به خاطر امتحان داشتن بوده و راحت امتحانو نمیده. بعد متوجه میشن که آره این امروز که میگفته مثلا به فرسرم درد میکنه نمیرم مدرسه به خاطر امتحان بوده. خیلی موردا درگیر به اصطلاح شدن اینجوری که امتحان داشته به خاطر امتحان نرفت. اصلا باور نمیکنم شما رو. از کی تا حالا یه پدر مادر باید اینقدر نادان باشن و اینقدر کم هوش که بچه رو نفهمن چه کار داره میکنه، اون بازیشون بده؟ بابایی والا چیو میخواید اثبات کنید عزیز؟ یه بچه 16 ساله پدر مادر رو مسخره کنه بگه من امروز سرم درد میکنه، بعد بفهمن که امتحان داشت، خب اولا چک برن برو به سر درد میکنه به درک پشت برو امتحان تو بده. یعنی چرا باید اجازه بدن که چون سرشون درد میکنه تو خونه بمونه؟ چرا اون بتونه تمارز کنه پدر مادر در مقابلش چی باشن؟ آخه اصلا من نمیفهمم از دنیا رو اینجوری درسته که رو خط باشی. میدونستم این بحث ها بیفایده است، برای که شما طرف من نیستید و به همجاست که همیشه عرض کردم فایده ای نداره. شما چه اطلاعات دارید؟ یه پدر اگر عزیز من هم خواهر شما اگر حرف میزد من میفهمیدم از چه نظام ذهنی و فکری برخوردارن، سیستم استدلالیشون چیه، نگاهی که به دنیا میکنن چیه، کار پرورش تعلیم تربیت رو چی میبینن، درس خوندن چه اندازه است، از کجا این کار شروع کردن، چرا این کار کردن، چرا بچه به اینجا رسیده، کدام بچه ایست که پدر و مادر کنارش نشینند و کاراشو نکنند کنار پدر و مادر نشینه. ولی ما این کارو نمیکنیم عزیز. ما مادر وقتی بچه به این دنیا میاد در حالی که بچه 100% میمیره بند نافشو قطع میکنه برای که تا خودش زنده بمونه و بچه زنده بمونه.
برای که این جدایی ها اجتناب ناپذیرن، این بند ناف روانی رو باید برید. خواهر شما پسرش رو به خودش چسبونده، بچه رو داغون کرده و رفته، حتی به توجه به اینکه اون پسره در یه دورانی گرایش هایی که به سمت مادر از نظر جنسی داشته بهش آسیب زده. آخه اینا مسائلی نیست که آدم تو خونه بگیرن بشنن برای خودشون تصمیم بگیرن. ببخشید آقای دکتر، دو تا مطلب که حالا من بیشتر شما رو در جریان بذارم، شاید بهتر شما بتونین که تصمیم بگیرید که چیکار باید بکنن این پدر مادر. یکی این که میگم وابسته، ایشون یعنی که از سن 3 سالگی تا آمادگی که 5-6 سال میشه هر روز میخواسته بره مدرسه، یعنی باش گریه شدید همراه بوده، به هیچ عنوان نمیخواسته از مادرش جدا بشه. من کمتر بچه‌ای، واقعیتش خودم کمتر بچه‌ای دیدم اینجوری باشه، یعنی که تا سن 5-6 سالگی تو همون مدرسه بوده، مدرسه هم عوض نشده، دوستام عوض نشده، ولی هر روز گریه میکرده که مامان نرو مدرسه، یعنی پیش من باش که با هم باشیم. خب آخه عزیز من، آخه صبر کنید، آخه قربونتون، شما یه چیزی میگید که ما باید تصور کنیم خواهر شما و پسرش موجودات دیگری هستند، از کره مریخ آمدن. اولا بچه ها میتونن دچار یه مشکلی بشن به اسم اضطراب جدایی، سپریشن انگزایتی، و اگر این آسیب رو بین 7 تا 16 ماهگی، حالا 6 تا 18 ماهگی بخورن، تمام عمر گیر گرفتارن برای جدایی. ای بس و آسیب رو تو 10 ماهگیش خورده، یعنی اونجا بوده که پاش قطع شده، پس حالا پا نداره. این شماره 1. 2، این مشکلات از این قبیل مشکلات رفتاریه، و مشکلات رفتاری رو همیشه میشه تصحیح کرد و درست. اینکه مادر خودش رو تسلیم یه بچه 3 ساله یا 4 ساله بکنه باور نکردنی است. اگر خواست پشت فرمون بشینه بگه شما برید کنار، و یا فرمون رو توی خیابون بگیره این ور اون ور ماشین رو ببره بذاره بقیه رو بکشه، ما بگیم خب پشت فرمان نشستن و این گونه تشریف بردن. مثلا من هنوز نمیفهمم شما چی رو میخواد توجیه کنید. چرا فکر میکنید این پسره که یه جوریه که پدر و مادر چاره ای نداشتن جز اینکه باش اینجوری رفتار کنن؟ من خدمتتون عرض کنم حتی 1%، 1 در میلیون هم چی چیزی نیست. خب پدر و مادر دارن اشتباه میکنن. پدر و مادر متوجه نبودن که داستان این جدایی همراه با ناله و گریه بچه از کجا میاد، یعنی موضوع چی هست. برای اصلا حل کردنش باشه، لطفا به یه سوال من اگر ممکنه با یه دقتی جواب بدید. تو خانواده پدری و مادری خواهرتون، هم پدری مادری خودتون، هم پدر و مادر یعنی همسرتون، مسئله به مشکل روانی کسی داشته، به ویژه وسواس یا بیماری های روانی؟ همینجوری من نگیم نه، عصبانیت و این چیزا آره تو دو طرف خانواده دارن، همون طرف مادری همون طرف پدری. پدری هم واقعا شدید هست، یعنی که به همین اندازه میتونم بگم. بنابراین شما با ببینید عزیز، ریشه خشم و عصبانیت افسردگی و استراب. اصلا حرف من این است که خشم و عصبانیت فرزند حرامزاده است که از افسردگی و استراب به وجود میاد. به همجاز که اون مثلث زحمت و نکبت چیه؟ افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت، وسط جمع استرس. بنابراین شما اولا این پسر یه سابقه ارثی میتونه داشته باشه، ولی رفتار پدر و مادر اشتباه بوده و طریقه حل مسئله رو نداشتن. یعنی اصلا اینا چیزایی نیست، مثل اینکه شما برگردید بگید که پسر من دوست داره از در خونه بره بیرون 4 تا 6 اتومبیل رو بشکنه و برگرده، منم نمیتونم چیکارش کنم. آخه همچی چیزی ما نداریم. یعنی این بچه که به قول شما از 3 سالگی تا سالهای بعد برای رفتن مدرسه گریه کنه، مسخره است. اگه به من بفرمایید که یه چیز درونیه باید معالجهش کرد، اگه بیرونیه که چه اهمیتی داره، خب گریه کنه. برای که اینا رو میشناسیم عزیز، ببینید ما نسبت به این موضوع که بیخبر نیستیم. شما درست مثل اینکه شما برگردید بگید من سرم درد میکنه، دلم درد میکنه، وقتی من برگشتم گفتم دلم درد میکنه، یه دکتر متخصص داخلی یا جهاز هاضمه یا متخصص برمیگرده میگه 47 تا احتمال وجود داره، اطلاعاتی رو میگیره از این 47 تا 30 تاشو میزه دور، میگه هنوز 17 تا احتماله، میگه یه آزمایشی بکنیم، آزمایش ها رو میکنیم، میگه 4 تا احتمال بیشتر وجود نداره. ما تو دنیای علمی عزیز،
مسئله پرورش و تعلیم تربیت بچه های که خودش همین جوری نیست که بچه اینجوری باشه. بعدم برفرض که بچه اینجوری باشه، میدونیم چرا اینجوریه، در حالی که اون عامل اصلی رو از میان میبریم. یعنی شما و یا خواهر شما داره یک گونه ای گفتگو میکنه، مثل که یه موجود متفاوتی پیدا شده تو خونه. ما یه دفعه متوجه شدیم یه درختی داره راه میره و حرف میزنه، و حالا میگیم حالا نمیدونیم باید باش چیکار کنیم، برای که درختی که راه بره حرف بزنه که نداشتیم. همچین چیزی نیست. پسر خواهر شما یه بچه عادی است مثل بقیه بچه. الان وقتی سابقه خشم و عصبانیت رو میگید، یعنی افسردگی و اضطراب اونجاست، علائم و نشانهای اونم هست. خود افسردگی و اضطراب زمینه برای کمبود توجه و تمرکز یا بیش‌فعالیتی داره. بعدم بچه‌ای که با این مشکلات روبروست که میتونه به خودش و دیگران آسیب بزنه، اقلا قرار بوده 200 دفعه برای دکتر رفته باشه، نه چند تا دکتر، یه دونه یا دو تا روانشناس و روانپزشک. معلوم احتیاج داره ای بسا به دارو. یعنی تشخیص رو باید داد. خود پسر بیاد فقط تو 15 دقیقه من به شما میگم مشکلش چیه. 15 دقیقه بیاد روی خط فارسی شما تو حرف بزنه، من ببینم چی میگه. یعنی این چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی تشخیص اصلا مسئله ای نیست. و بعد وقتی شما میفرمایید ما برخی از اوقات از 5 تا تلفن 6 تا خطی که ما داریم، یه دفعه به من میگن دوستان کادر فنی هر 6 تاش از ایرانه. گرفتن ما از ایران که مسئله ای نیست. مادر و پدر شاید اونقدر کمک نکنه، خود بچه میتونه کمک کنه. به علاوه مطالبی که شما من میفرمایید یه توهمی رو به وجود میاره که ما با یه موجود ناشناخته روبرو هستیم. اصلا چنین نیست، کاملا شناخته شده، کاملا میدونیم چه خبره برای هر کارش، هر کارش. یعنی این انقدر نورافکنی که هست، انقدر ذره‌بینی که دست متخصصینه در این زمینه دقیقه، که گفتم به راحتی میشه فهمید چه خبره. یعنی یه احتمالات، بعد احتمالات یه مقدارش بیرون ریخته میشه، آخر کار بین مثلا 2 تا 3 تا چیز شک میکنیم. اونم تازه ما راه داریم برای حل مسئله و حتی چک کردنش از شکمون که چه. فرض بفرمایید، بیاد فرض رو برای این بگیریم که این پسر مشکل کمبود توجه و تمرکز داره، 2 روز بهش یه دارو میدن، معلوم میشه فرق میکنه یا نه. یه روز حتی همون روز که میخوره، درست مثل اینکه من عینکمو به چشم میذارم میگم خب حالا میتونم بخونم. یعنی مسئله ADHD یه چیز پیچیده عجیب و غریبی نیست. حتی به همین راحتی با یه روز دارو میشه فهمید هست یا نیست. برای که برخی از اوقات بهترین طریقه این که تشخیص اون درسته اینه که ببینیم دارو میدیم کار میکنه یا نه. یعنی حتی یه همچی شکی ای باشه، یعنی میخوام به شما بگم موضوع اصلا چیز عجیب و غریب و پیچیده ای که هیچ کارش نمیشه کرد نکنید. برای اشتباهات و اشکالات معلومه فراوان شده، برای روانشناس و روانپزشک، روان نه مشاور، چون من نمیدونم مشاور یعنی چی، روانشناس و روانپزشک توان اینو دارن که این پسر رو ارزیابی کنن. آقای دکتر الان نه حدود تقریبا 1 ساله میتونم بگم هفته 1 جلسه یا 2 جلسه، البته اوایلش کامل مخالف بوده، ولی الان خودش به این نتیجه رسیده که بره با روانشناس صحبت بکنه، ولی تا حالا اسم روانپزشک رو نیوردن که حالا احتیاج به دارو داره. تازه مثلا حد زدن شاید ADHD داره چون تو ریاضی خود ضعیفه، از اون طرف این کامپیوتر اینا طوری که از جلوش برداشتن، یعنی فروختن، که یعنی کامل مطمئن باشه همچین چیزی نیست، و خودش کامپیوتر دیگه پیدا کرده. سرکار خانم قربونتون شما، اصلا شما من تعجب میکنم، لطف کنید 15 دقیقه من برام کافیه بگم پسر خواهر شما چشه. اون همه روانشناس و روانپزشک متخصص تو ایران هستن، آگاه دانا که استادای من هستن، توی یه جلسه میتونن بفهمن تشخیص چیه، تشخیصی که روی این بچه هست چیه. وقتی تشخیص بود مسئله حل. شما اتومبیلتون ایستاده، بگن بنزین نداره، بگن نمیدونم موتورش سوخته، بگن برق نمیرسه، خب معلومه میشه چه کارش کرد. چطور این همه برنج برای دکتر رو بردن به شما نگفتن تشخیصی که رو این پسر دادن چیه؟ شاید ایدی بسه خنده دارن. شاید آره، اخیراً هم جوری که مثلا اصطلاح خواهرم با روانشناسه در ارتباط هست، میپرسه که مثلا چه صحبتایی میکنه، اخیراً گفته بودن که خودش میگه که من یه ندای درونم میگه درس بخون، ولی از اون طرف یه ندای دیگه میاد میگه درس نخون، یعنی که اصلا
سرکار خانم، ول کن یعنی. سرکار خانم، اولا شما هیچ وقت شده که بگید برم خرید یا نرم خرید؟ معلوم همه ما این ادا رو داریم، این کار رو بکنم یا اون کار رو نکنم، زنگ به دوستم بزنم یا نزنم، ما همه اونیم. اما اگر این ندا رو حس میکنه، پسر خواهر شما بیمار روانی، یعنی اگر این صدا رو میشنوه اینجا بیماری و من نگران اونم، برای که علائم دیگه هم نشون میده، یعنی مقدمات اسکیزوفرنی، یعنی اینقدر مسئله جدی. چرا عرض کردم بیا روی خط 15 دقیقه من میفهمم چشه. بنابراین این که باز دیدی شما یه چیز، شما من 100,000 بار به خودم گفتم این کارو بکنم یا نکنم، تلفن بزنم یا نزنم، این حرفو بهش بزنم یا نزنم، این مهمونی برم یا نرم. من شما 1,000 دفعه با خودتون گفتگو رو نگید، اون که عادی انسانه، انسان اصلا تفکر و تعقل یعنی گفتگوی درونی من با خودم که این کارو بکنم و این کارو بکنم، اون بهش نه 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 نباید بکنم، تموم شد. نه ولی پسر اگر این حرف رو میزنه، پسر عادی عادیه، خیلی مثل من و شماست، ولی اگر این چیزها به ذهنش و به فکرش میاد، یعنی یا صداییست که میگه درس بخون درس نخون، حالا ما با بیمار کامل روانی روبرو و من نگرانیم اونه. به همینجاست که تشخیص من میخوام. شما اگر باشون صحبت میکنید حرف این است که یک روانشناس یا یه روانپزشک یا ترکیب این دو تشخیص بدن که بیماری و مشکل این بچه چی؟ نه شاید، شاید نه. برزم کردم ادعای تندیه، 15 دقیقه بیاد روی خط من میفهمم چش. حرف بزنه با من. از راه دور. چرسی از راه نزدیک. لطفا اینو بگید. امیدوارم بعد از تشخیص همه کار میشه کرد، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی خیلی متشکرم. بعد خشم و عصبانیت هم ممکنه مربوط به همون ADHD باشه؟ نه، مربوط به ADHD نیست، مرتبط به افسردگی است. خشم و عصب همیشه معلوم، آدم وقتی کمبود توجه و تمرکز داره میتونه عصبانی بشه، مثل که من پول نشوشم عصبانی میشه. ولی موضوع اساسی در جوانان اولین عامل دیپریشن و افسردگی عصبانیت. بنابراین اون مسئله چیه؟ ساعت براش مهمی، اصلا به ساعت با این سن ساعت اصلا اهمیت به ساعت نمیده. ببینید عزیز من، من دارم به شما میگم من نگران اسکیزوفرنی هم، یعنی دوپاره شدن مغز، یعنی یه بیمار کامل روانی که راه معالجش هم نداریم. علتی که نمیگم میخوام یه هشدار بدم، موضوع جدی بگیرن. تشخیص، تشخیص،